سلام تماشا بینان گیرامی خلاصه خبرهای مهم 23 اکتبر تاجکستان و منطقه را از پایگاه خبری بام داد برایتان پیشکش میکنیم شروع میکنیم از یک نگاه کوتا به سرخط خبر مهم روز در این برنامه از مسجد روز به وین کمت بازداشت ده و نفر بعد نماز جمعه در کتل نکی یک هواپیمای روسیه در فرودگاه تاجکستان پیش از پرواز آتش گرفته پوره سوخت حبس شش فرزند موجران توجک برای زنوزنی با نورسون روز و تاقیر ولی سماره یک توجک که زپری داشت از طریق دریا با قیق به روسیه در آمده است نقشه دعوت در 20 روز اول 66 فایز اجرا شده است و اکنون تفصیلات خبرها روز 20 اکتبر سال 2023 بعد نماز جمعه نیروهای آمان دیگر بوره در آخرین مجلس باقی مانده شهر که در کنار مسکو رید گذرانده ده ها نفر را دستگیر کردند ولی این بوره دستگیر خودگان را به کمیسارت عربی برده از تشخیص تیبی گذرانیدند و از آنها طلب دارند که قرارداد امضا کرده ба ҷанги зидди украина раванд дар ин бора яке аз дастгиршудагон иштирокчии марҳалаи ниҳоии озмуни прeпоis visду дар шабакаи якуми телевизиони русия маҳмуд усейнов ё маҳмуд усейнов хабар дод овозхони 26сола тавонист از نقطه جمعوری سربازان اوینده در شهر بلشیخه چند ویدیو ثبت و در صحیفهش در تلگرام نشر کند. بنا نقل محمود حسینوف پلیس در مسجد کتلنیکی در هور و بسته هر نمازگزار رو یک تو یک تو سر دو ده حجتویشون رو تفتیش میکردند. سرانجام پلیس ده نفر رو به افتوبوس ها بور کرده به کمیسارت یربی شهر لیو برسی اوورده است و در اینجا همه رو از کمیسی ایتیبی گذرونده، برای خدمت حربی موافق دانستند سپس دستگیر خودگان را به نقطه جمعوری سربازان در شهر بلشی برده از آنها طلب کردند که یا به خدمت حربی حتمی بروند و یا با وزارت مدافع روسیه قرار داد امضا کنند محمود حسینوف گفت او و چندین کس دیگر از امضای حجت ها سرکشی کردند اووازخان طلب کرده است که او را از تشخیص طبی کامل گذرانند محمود حسینوف سال 2014 بعد اشغال نیم جزیره قرم اجنبی روسیه صاحب شهروندی روسیه شد ولی ماه سنتیابر سال 2022 جراحیه را اثر گذارند که به برای خدمت عربی کورنو شو است در کمیسرات حربی کمیسی ایتبی تشکیل کردند و حتی مرا برای خدمت کورشو هم برآوردند مرا از آنجا به نقطه جمعگیری سربازان قرار دودی در شهر بلشیخ خب شورای وستوشنی اووردند شام 20 اکتبر به ما اعلان کردند که همه ما باید یا قرارداد یک ساله امضا کنیم و یا ما را به زندان میاندازند سوم بیست یکم وقتی همه ما قطار کردن گفتن که ما باید به با اوکراین برویم خبر داد اوواز با اونهایی که مثل محمود از امضای قرارداد دست کشیدند یک پلکوونیک صحبت کرده پیشنهاد کرده است که به با اونها باز یک شانس دیگر با اختیار خود رفتن به خدمت حربی حتمی را میدیند وقتی که این را هم رد کردند به اونها گفتن که برای صحبت با مفتشان کمیته تفتیشات اومده شوند محمود حسینوف میگوید که حقوقی او دغدغه پایمال شده است و او برای دفاع از حق خود استودگری خواهد کرد هنوز معلوم نیست که در جریان این رید چند توجک دستگیر شدند ولی در ویدیو ثبت شده در داخل یکی از اتوبوس که دستگیر شدگان را از مسجد کتیل که به کمیسرات یربی می برد صدای صوبت و زبان توجکی شنیده می شود یکی از دستگیر شدگان که ظاهرا با حال با تلفن صوبت دارد و از دستگیر شدن شنگام رید اومون در مسجد خبر می دید هنوز امیدوار است که زود آزاد می شود چون که در تلفن می که جریمه می کنند و با جواب می دیند در امین حال در یک سبت صدایی از نقطه جمعگیری سربازان قرار دادی به اونهایی که در مسجد کتیل دستگیر کرده به اینجا اووردند فرمون می دین که ترتیب کارشان رو از کرده بس تو در پر شوند ارتش روسیه که در جنگ اوکراین با کمبود شدید نیرو روبرو شده است خیلی وقت با تلاش دارد تا مهاجران را با وعده معاش بلند و امتیازهای دیگر از جمله امکان دریافت زودتر و آسانتر شهروندی روسیه که مقامات روسیه همچنان سرسختانه عملیات مخصوص حربی نامش میبرند جلب کنند چون این به نظر می رسد که акнун ба ҷои ваъдаи маошу имтиёзҳо нирӯҳои омонро барои бурдани муҳоҷирон ба ҷанги украина истифода бурданд узви кумитаи мудофеаи думаи давлатии русия виктор سوبولف گفته است رید پلیس در مسجد کتلنکی به چوربینی های جلب شهروندان به عملیات مخصوص حربی ربط ندارد اما او سبب مشخص این رید را گفته نتوانست در همین حال از دیگر این کمیته دمیتری کوزنیتسوف خدمت در ارتش روسیه را رو برای مهاجران یک امر نوگذیر و در عین زمان امکانات خوب برای همویش به حیات در روسیه نمیده است یک هواپیمای بورکش تمغه 76 روسیه هنگامی به پرواز خیستنش در فرودگاه ایسار در توجکستان اوتش گرفته قریب پورا به خوکستر تبدیل یفته است در این باره روز 21 اکتبر تلگرام کانال به مقامات قدرتی روسیه نزدیک مش خبر داد بنو به فرضیه مقدماتی سوختار در یکی از مارکهای هواپیما سر زده است در نتیجه هواپیما از خط پرواز بیرون شده پورا سوخت اکپاش آسیب ندیده است خبر داده است مش همراه با یک عکس هواپیمای سوخته در عکس دیده می شود که در نتیجه سوخت و عملا دو پوره شده بجوز از قسمت پیش و قسمت قفو دیگر قسمت های ایل افتو دوشش پوره سوخت خوکستر شدند رسانه های روسیه با تکه به منابع خود خبر دادند که این حادثه شب 19 و 20 اکتبر سال 2023 در فرودگاه حربیه که در دیه های اینی در امگی اشکلمتری غرب شهر دوشنبه پایتخت توجیکستان دو در طرف ایسار جایگیر شده است رخ داده است بنابرای اطلاع منابع аллакай баъди баво хистани ҳавопаймо аъзои экипаж баланд шудани ҳарорат дар яке аз муаррикоро мушоҳида карданд баъди чанде муаррик оташ гирифт вале ба экипаж муассар шудааст ки маводи сухти ҳавопайморо оҷилан холӣ карда ҳавопайморо сари вақт дар фурудгоҳ бинишонанд хабар додааст манбаи рентви нашрияи русии комерсант хабар дод ки дар дохили ҳавопаймо ҳашт нафар буд вале онҳо тавонистан ҳанӯз то пурра оташ гирифтани он аз дохилаш берун шаванд و از این رو کسی در این ولیسه اوسیب ندیده است در این که وپایموی سوخته به کدام نیو تعلق داشت و با چه گونه بار به با توجیکستان اومده بود هنوز معلومات در دست نیست وزارت مدافع روسیه و مقامات حربی توجیکستان این ولیسه را تا شرح ندادند از فرودگاه عینی اساسا پایگاه حربی 201 م روسیه در توجیکستان استفاده می‌برد. نیروهای هوایی این پایگاه روسیه اساسا در فرودگاه عینی جایگیر بودند و تامینات این پایگاه نیز اساسا از طریق همین فرودگاه عملی کرده می شود. هنگام مشقه هربی، های حربی هواپیماهای جنگی روسیه و دیگر جز و تامهای ارتش اون کشور از جمله از پایگاه های روسیه در کنت قرغزستان نیز به فرودگاه های اینی اوورده می شوند. فرودگاه عینی در سالهای 2003 2010 با مبلغ گذاری هندوستان باسازی شده بود. جمع مبلغ گذاری هند برای باسازی فرودگاه اینی 70 میلیون دلار برآورد می شود. در سالهای باسازی فرودگاه عینی در اینجا ده ها نظامی هند جابجور شده بودند و رقیب همیشگی این پاکستان در تشویش افتاده بود که هندوستان می تواند در این فرودگاه پایگاه های حربی خود را جایگیر کند ولی در نهایت بعد انجام بسوزیش فرودگاه عینی برای استفاده به پایگاه حربی روسیه داده شد در این فرودگاه در کنار دوشنبه اویت سی خیلی کمی خوبه های مساله نیز جایگیر کرده می شود در شهر سمار روسیه در پای زنوزنی با نورسان مالی شش فرزند مهاجران از توجکستان و یک فرزند مهاجر از قرغزستان را به عبز گرفتند. زن چه چپ 16 اکتبر سال 2023 در باغ غلبه رخ داد دو گروه نورسان در پای یک منقشه نوچیز در اینجا برای اصاب و کتاب جمع آمدند وره بحثشان به و زنوزنی پیچید. در نتیجه بزید رمجان سافولوف سال تولدش 2000 و علشیر خاسموف سال تولدش 2002 بر اساس قسم دوم ماده 213 کدکس جنایتی روسیه با اتهام افباشی پرونده جنایتی کشودند سلمان یورونزوده سال تولدش 2005 زوربک یورونزوده سال تولدش 2004 حبیب الله سال تولدش 2005 و عبدالرحمن میرزایف سال تولدش 2006 بر اساس قسم دوم ماده 112 ده. با اتهام قصدن رسانیدن آسیب میانه به سلامتی پنج نفر آنها را برای دو ماه بابسی پیشکی گرفتند زمان بازداشت یکی دیگر را تا افتادو ساعت تمدید کردند این زنوزنی زایران اوده وقتی اوهنگ جدی گرفت که واری ویلات سمار نکالای ازاروف خوستار مجازات سنگین اشتراک شد در پاسخ فرزندان موجران در اینترنت ویدیو گذاشتند که والی سماره را با یک لانی قبه تاقیر کردند و گفتند که از دست والی کوره نمی آید و به آنها یگان کور کردن نمی تواند وکیل دوم دولتی روسیه الکساندر خینشتین که با بیانیه های آشکارای ضد مهاجران نام برآورده است روز 21 اکتبر سال 2023 در تلگرام کانالش خبر داد که مالفون ویدیو دو اکای و دودر از بوده در سماره بدون پدر و مادر خود زندگی می اما خینشتین بعدا این خبر خود را اسلو کرد و روش که اکای کلان مگی، دوازده ساله و دادر او همگی نو ساله داشتند و اونها را به جوابگری جنایتی کشوندن امکان ندارد کلونی را در بازداشتگاه نابالغان جای کردند ولی خورده را جواب دادند سنتولو نظریف رابر سازمون تاجکان سماره در معذر اون برای رفتار فرزندان ماجران تاجک عذر پرسیدند از نام همه دیست برای ما از آسیب دیدگان از همه ساکنان ویلات سماره و از رابر این منطقه مزارت میخوایم چون این رفتار زد ارزش های فرهنگی دینی و اخلاقی مردم توجک است ایزور داشت نظریف این یگانه حادثه یبس فرزندان مهاجران در روسیه برای افباشی نیست در هفته روان در شهر خیم در کنار مسکو دو خواننده سیمفینو یکی زاده تاجیکستان و یکی دیگر زودای شهر اکترینبورگ ولی آیله مهاجران از آذربایجان با اتهام حمله به اساس و لتکوب راهگذران تصادفی درک فروشگاه خیم که به گرفته شدند آنها این همه عمله و را ویدیو گرفته در اینترنت میماندند در رابطه به این سلسله بازداشتهای فرزندان مهاجران توجک برای افباشی در های روسیه جامعه شناسان میگویند این همه اصل امور شرایط بیرقوقی است که در طول سالیان مهاجران و اهل خانواده های آنها در روسیه تجربه میکردند به خیده جامعه شناسان از بس که مهاجران در طول سالیان در روسیه مجبورند که برای تامین خانواده های خود از صبح بر وقت تا به وقت شب در چند بس کار میکنند فرزندان آنها هم در وطنشان و هم در صورت کوچیدنشان در روسیه عملا از تربیه و نظارت لازم دور میمونند این طرز زندگی سرحوی به خیده در نهایت منجر به ترکشوی اجتماعی می شود که نمونهش رو اخیرا در پیتربورگ خیمکی و اینک در سما را دیدیم یعنی فرزندان مهاجران که با شرایط به حقوقی خود در روسیه روزی نیستند احتراز و نروزگی خود را به چنین شیوه های خشونت بر و با فرو می ریزند و می خواهند نشان بدین که آنها دیگر آن نسل مهاجران به نیستند تماشابینان عزیز یادوور می شویم خلاصه مهمترین اخبار توجکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارد برنامه را ادامه می دهیم. یک مرد شخصیتش نوشنوس سیمایش غیر سلاویانی را شب جمعه 20 اکتبر سال 2023 در منطقه نوه مسکوه کشتند. نشریه روسی امکا با تکیب منوبه اوگوهش خبر داد که ساعت تقریبا دوی شب 20 اکتبر در یک موشین تمغه خوندای ببه مرخوانه کمونارکا یک مرد سیماج غیر سلاویانی را با زخموی زیاد از سیلای اوتشفشان اووردند. راننده این ماشین شهرونده 29 ساله توجکستان گفته است که این مرد زخمی را در نزدیکی بازاری فوتسیتی پیدا کرده به مرستان اوورد. متاسفانه طبیبان نتوانستن او را از مرگ نجودیند. مرد صبح جمعه 21 اکتبر در روی کت جراحی جان داد، امکان می گوید شخصیت او را هنوز معاین نکردند تفصیلات دیگر دست دسترس نیست بعضی میوه و سبزیجات یا به تعبیر زمونوی فود سیتی در شورای کلوگ جویگیر شده با از 2500 مغازه و پویلیونش بزرگترین بازار فروش عمده میوه و سبزیجات و محصولات دیگری غذایی در مسکو و ولایت‌های اطراف در منطقه روسیه به شمار می‌رود در بازار فود سیتی هزاران مهاجر از سراسر اسنگ از جمله صد و مهاجر توجک کار می‌کنند زادگان توجکستان در فود سیتی بیشتر بیش فروشنده اوش پس هم مول کر کرده ҳамчунин ба рубучим ва ҷудо кардани меваи сабзавот машғуланд дар баробари ин дар бозори футсили даҳо тоҷик ба тиҷорати меваву сабзавот ва хушкмева машғул буда дар ин ҷо дукони мағоза ва бархеаш то чанд павилон доранд муҳоҷироне ки запред гирифта аз ҳақи убури марзи русия маърум гардиданд барои бозам ба ин кишвар ба мардикорӣ рафтанд даст ба чӣ корҳое мезананд дар вилояти смоленскии русия ахиран як шаҳрванди тоҷикистонро барои он ки савораи қаиқ ба тариқи дарёи днепр ба қаламрави русия даромадааст ба маблағи бузург ҷарима бастанд ва он ҳам баъди ҳаштуним моҳе ки ин муҳоҷир дар паси панҷара ба сар бурд худи муҳоҷири тоҷик ва ё наздикону адвокаташ барои шаҳри мустақими қазия дастрас нест вале бино ба иттилои маркази матбуоти муштараки додгоҳи вилояти смоленск ин марди тоҷик ҳарчанд медонист ки вуруди ӯ ба қаламрави русия қонунан манъ карда шудааст бо ҳавопаймо то шаҳри минск پایتخت بلاروس اومده است و روز 21 سپتامبر سال 2022 از آنجا با تاکسی تو مرز دولتی روسیه رفته سپس با قایق با کمک یک نفر دیگر از طریق دریای دنیپر مرز روسیه را رو در منطقه کراسنای در حدود نویای کراسنای نیولات اسمالینسک گذاشته است او بعد عبور مرز یکمی در جنگل استراحت کرده سپس برای موشینگرد برآمده است و با یک موشین راگذر سوار شده حرکتش به داخل روسیه را رو ادامه داده است ин муҳоҷирро танҳо баъди чоруним моҳи вурудаш дар қаламрави русия рӯзи ни феврали соли дазоубсе кормандони пулис дар шаҳри красноярск дастгир карданд муҳоҷири марзшиканро ба вилояти смаленск баргардониданд ва додгоҳи нӯҳияи красено ӯро бар асоси қисми ду моддаи сеадбитду кодекси ҷиноятии русия дар дидау дониста ғайриқонунӣ убур кардани марзи давлатии русия аз ҷониби شهروند خارجی که ورودش به قلمرو روسیه قانوناً من کرده شده است گناگور نخته به مبلغ 70000 روبل جریمه بستند با در نظر داشت اشتونی مو در پس پنجره به سر بردن توجک مبلغ جریمه تو او را تا 25000 روبل پایین آوردند یعنی هر روز در بازداشتگاه سپری کرده از او را تقریباً 1800 روبل حساب کردند муҳоҷири тоҷик бозам метавон гуфт ки осон халос хӯрд чунки қисми доми моддаи сесаду бистуду ҳамчун ҷазо дар баробари ҷарима ба маблағи то сесад ҳазор рубл ҳамчунин то чор соли корои ислоӣ ва ё то чор соли зиндонро пешбинӣ мекунад шоми бистуякуи октябр соли дуҳазору бистусе дар мусобиқоти ҷангҳои бидуни қоида уфси дусаду наводу чор дар шаҳри абузабии имороти муттаҳидаи араб размандаи тоҷик муҳаммад наимов натаниэл از انگلیستان رو شکست داده پیروزی اینک دویمش در UFC متبرترین لیگ جهانی امیمای به دست آورد متاسفانه کور رزمنده دویم از توجکستان موین غفوروف این دفعه هم اومد نکرد و او در موربه دویمش در UFC نیست شکست خورد و این بار از سید نورمحمدوف هموطن و هم نسب رزمنده شورتیار دوغستانی حبیب نورمحمدوف موین غفور و سید نورمحمدوف дар вазни сабуқ то 61 кило ба майдон баромаданд варзишгари доғистонӣ тавонистааст аллакай дар сонияи 7семи муориба рақибашро буғӣ карда пирӯзи пеш аз мулатро ба даст овард мухлисони тоҷик моинро таскин медиҳанд ки نباید رو افتاده شود چون که همه چیز برای او هنوز در پیش است محمد نعیموف در نبردش با نتانیل وود با قرار یک دلونه دووران غالب دونسته شد این نبردم چونین با اشتباهی بریوس بافر که محمد نعیموف را اشتباهند بایبوره محمد نیموف دوشنبه قصدقستان به میدان خوند در یاد موند محمد نیموف که بعد انجام موربه با سر روی پر از آثار جراحت و با توقی گلدوزی توجه به پیش جورنالیستان اومد و گفت که صدا تن از انوطنانش از دوبای و دیگر گوشه های امارات برای مخلصی به ابو اومده بودند و این پشتبانه گرمی آنها او رو خیلی بودی در است یکی دیگر از پیروزی های مهم شب 21 یک اکتبر در ابوظبی پیروزی بچونو چرای اسلام مخچوف بر الکساندر ولانکوفسکی بود یک سال قبل مخچوف از این رقیبش از استرالیا شکست خورده بود ولی این بار توانست است نه فقط حسابش رو به او برابر کند بلکه ولانکوفسکی رو علکه در دوره یکم نبرد به نکاوت فرستاد و اف سی متبرترین لیگ جهانی جنگ های بدون قاعده به شمار می رود. تا یک سال آخر به چهار رزم فرمانده از توجکستان محمد نعیموف موین غفوروف نورالو علیف ولای خرجابوف مؤثر شد که بین لیگ را بیابند محمد نعیموف در اویفسی علکه دو پیروزی و نورالو علیف یک غلبه به دست آوردند ولی موین غفوروف و لایق رجبوف هنوز حساب پیروزه های خود را در این لیگ باز نکردند وزارت مدافع تاجیکستان روز 21 اکتبر سال 2023 در سامانه رسمیش خبر داد که дар бист рӯзи аввали даъвати тирамоҳӣ яъне аз якум то бистуми октябр нақшаи даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар саросари ҷумҳурӣ шастушаш фоиз иҷро шудааст барои муқоиса дар даъвати баҳорӣ нақшаи даъват дар бист рӯзи аввал ҳамагӣ панҷоҳ фоиз ва ҳатто дар зарфи як моҳи аввал амагӣ шасту се фоиз иҷроъ шуда буд биноба иттилои полковник фаридун маҳмадализода сардори маркази матбуоти вазорати мудофиаи шаҳру навоии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ноҳияҳои раш сангвор лахш нуробод тоҷикобод вахш ва фархор аллакай рӯзи яку октябр дар нахустин рӯзи даъват аввалиншуда дар ҷумҳурӣ аз иҷрои пурраи нақша гузориш доданд полковник маҳмади ализода хабар дод ки дар бист рӯзи даъвати тирамоӣ шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ нақшаи даъватро ҳафтоду се дсефоиз вилояти хатлон ҳафтоду як фоиз شهر دوشنبه 65 و ولایت سوخت 54 فویز رو اجرا کردند وزارت مدافع تاجیکستان قبلا خبر داده بود که در ده روز اول دعوت تیرموی اجرای نقشه دعوت به صف قوه های مسلح در سراسر جمهوری 55 از 14 فویز رو تشکیل داده علکی 15 شهر و نویه های جمهوری و همه شهر و نوایی ولایت مختور کویستان بدخشان علکای از اجرای پوره نقشه دعوت گزارش دادند мавсими тирамоии даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон расман я октябр оғоз ёфта ин мавсими даъват то сю ноябр давом мекунад ҳар мавсими даъват ба артиш дар тоҷикистон ҳамроҳ бо шикоятҳо аз аблавва ё иодагирӣ ҷараён мегирад аблавва як шеваи аслан ғайриқонуниест ки кормандони комиссориятҳои арбӣ ва мақомоти маҳаллӣ ҷавонони синну соли даъватиро дар кӯчаи бозорро дастгир карда ба хидмат мефиристанд дар ҷомеа чунин шеваҳои маҷбуран ба сафи артиш бурдани ҷавононро محکوم میکنند و میگویند گویند مقامات عربی باید شرایط را در ارتش خوب تر کنند تا که والدان با دل پر فرزندانشان را رو به خدمت روان کنند و جوانان نیز از خدمت عربی نگریزند فعالان جامعه شهروندی از رهبران توجکستان چندین بار دعوت کرده بودند که با این تجربه ابله و کبروی دولت را می ریزوند نقطه گذارند تماشا بینان عزیزو و گرامی این بود مرور ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи тоҷикистон хабару гузоришҳои бештар аз тоҷикистон ва дар бораи тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабарии бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед cw бо cоm хуш бошед